آمدن طالبان نزدیک است، میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. شفیع عیار، یکی از چهره های شناخته شده رسانه افغان مقیم ایالات متحده امریکا، میگوید که در مورد مذاکرات صلح دوحه خوشبین نیست. او باور دارد که امریکا این کار را به خاطر منافع خود را اندازی کرده است. آقای عیار همچنان با اشاره به مصاحبه اخیر بنده با دکتر رحیم عزیز، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی، در مورد روابط احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، با اتحاد شوروی سابق تاکید میکند که این روابط مشروع و دیپلماتیک بوده است. او همچنان تاکید می‌دارد که خبرنگاران با عنوان چشم گوش جامعه می توانند در مورد مسائل مختلف گزارش تهیه کنند و کس عقه اهانت به آنها را ندارد. توجه کنید به متن کامل این گزارش جالب. اجلاس مذاکرات بین الافغانی قطر روز گذشته رسما آغاز شد و امروز نیز ادامه داشت. در این اجلاس قرار است دو طرف روی آینده نظام سیاسی، قانون اساسی و چگونگی شرایط طالبان برای کنار آمدن با دولت صحبت کنند. شفیع عیار، یکی از چهره های مطرح رسانه‌ای افغانستان مقیم ایالات متحده ای امریکا که خود یک مبارز رای آزادی است، در یک گفتگوی اختصاصی با من نذیره کریمی خبرنگار آزاد گفت که در مورد این اجلاس خوشبین نیست. وی باور دارد که این نشست صلح مبتنی بر منافع ایالات متحده ای امریکا را اندازی شده است. حکومت افغانستان حکومت اسلامی افغانستان است. اگر حکومت ببینیم کلمه تا فارسی نیست. اگر امارت هم ببینیم امارت هم از عرب هست. اینا نوکرای عرب هستن، از اشرف‌غنی تا طالبا. گپ سر سلک هست، سر عزیز که چطور تفنگ تبان دیگه نکش. نام مملکت شیراغان میمونی برو بان، قطر میمونی برو بان. او مهم نیست که نام حکومت اصلا. اینا پرازیت های شبکه های جاسوسی پخش میکنه. 40 سال است که در افغانستان مردم به نام سلک قتل عام میشه. این سال که توفت آدمش این سال نیست. او همچنان باور ندارد که ایالات متحده ای امریکا سربازانش را از افغانستان بیرون کند. آقای عیار که یکی از اواخوان احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان است، ضمن اشاره به اتهام های یکی از دیپلمات های ایندی در مورد رابطه احمد شاه مسعود با روسیه اظهار داشت که این روابط دیپلماتیک بوده است. اخیراً دکتر رحیم عزیز، یکی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان مقیم امریکا، در مورد این مقاله سفیر سابق ان در افغانستان معلومات داده و بر اساس آن مدعی شد که احمد شاه مسعود با شوروی سابق روابط پنهانی داشت. اما شفیع عیار معتقد است که خود قهرمان ملی افغانستان بارها در مورد رابطه‌اش با کشورهای جهان و منطقه از جمله روسیه اظهار نظر می‌کرد. خوب گفته بود، گفته نظر از اون است. اسناد رایه کرده راست یا دروغ، اون حق از اونا هست. شما او را بیرون دادین کاملا. ما نمیتونیم که از جورنالست ها بخواهیم که ترا یک طرف قضیه را بان. برای ما که مسعود قهرمان مانایش نیست که حتمی برای یک نفر دوان باشه. اما نظرشان چی بوده؟ یک نقل قول از دیپلمات هندی میکنن در قسمت از اینکه قراردادهای مخفی با اتحاد شوروی سابق امضا کرده بودن که اونا خواسته بود از اینکه رای سالنگ باید در روی قوای ما باز بگذارن و همزمان رابطه با جنرال امیدگل یادآوری کرده بودن. در این قسمت هم من میخواستم از شما طالب نظر شوم که اتهامات گفته میره که هر کسی که سوال دارن در مورد اسناد دقیق، معذر هستم که با تمام اسناد شواهد خانه بسازم طرفم. حالا شما سعی کنید نذیره جان، دونالد ترامپ پیش چشم ما رئیس جمهور بزرگترین مملکت دنیا شد. روزی که رئیس جمهور شده تا حال ایره میگن که روسا تونه در قدرت آمده. غیر مستقیم میخواین بگوین که تو نفر روس هستی. آیا امکان داره که ترامپ به این بزرگی مربوط یک سوپر پاور نفر پوتین باشه؟ به هیچ وجه نه. این اتهامات همیشه از طرف شبکه های جاسوسی راست و چپ پخش میشه. اگر ایره یک دیپلمات ایندی میگه، توقع ما ایست که بی‌طرفانه باشه. اما نه، ایندی هم در شبکه های جاسوسی را داره، پاکستانی هم، افغان هم، کلگی. اما ما برای شما میگم که اگر کسی فکر میکنه که احمد شاه مسعود با روسا رابطه نداشته، غلطه. اگر فکر میکنه با این، یعنی داشته میگه؟ یعنی داشته، چرا نداشته بوده باشه؟ مسعود مطرح ترین قمندان در جریان جنگ روس بود. چطور میتونست که او خود در یک انزوای دیپلماتیک قرار بده؟ ما در مقابل روس جنگ میکردیم به یک دلیل که برای وقت روسا میخواست برای، چرا مسعود رایش میگیره؟ مسعود بزرگترین عملات در سالنگ بر روس وارد کرده بود. روس ها در پنجشیر
دو سه بار عملیات بسیار وحشیانه کردن، همیشه در یک جنگ نبود بلکه همیشه در یک مداوا بود، جایی که میتانست و میخواست جنگ میکرد، جایی که نمیخواست خود ترمیم میکرد، لشکر خود زیاد میکرد، از طریق دیپلماسی پیش میرفت. آیا مسعود در پاکستان نبود؟ بله بود. آیا مسعود از پاکستان تمویل نمیشد؟ میشد. اصلیه مسعود از کجا میامد؟ از پاکستان. پاکستان از کجا میگرفت؟ از انگلیس میگرفت. این جنگ شبکه های جاسوسی بود. اگر آقای عزیز فکر میکنن که مانای جاسوسی است، باید این را بفهمه که چرا مسعود کشته شد، چرا براندین کشته شد، چرا غنی کشته نمیشه، چرا گلبودین کشته نمیشه، چرا مولا برادر کشته نمیشه، چرا مولای عمر کشته نشد، چرا یکی از یا کشته نمیشه. این خودش ثبوت از این پاک بودن مسعوده. ما با مسعود افتخار میکنم. پس از نشر مصاحبه من با دکتر رحیم عزیز، کارشناس مسائل سیاسی ملی، منطقه‌ای و جهانی، در مورد اتهام‌های دیپلمات سابق هند پیرامون احمدشاه مسعود، شمار زیاد از کاربران رسانه‌های اجتماعی به شمول چهره‌های مطرح رسانه‌ای بدون درک محتوای گزارش و اصول ژورنالیسم از من به شدت انتقاد کرده و تا دشنام دادند. آقای شفیع عیار که خود یک فعال رسانه‌ای است، باور دارد که یکی از بخش‌های عمده دموکراسی آزادی بیان است و خبرنگاران حق دارند که روی مسائل مختلف گزارش تهیه کنند. به اساس معیارهای خود ما مسعود میگم که قهرمان بود. به اساس معیار یک آدم دیگه شاید بیا خائن بگویه، مگر ما او سر از او کار نمیشم. کلگی ما باید را بگیریم که بحث کنیم، نقاط نظر خود تشریح بکنیم. دو زدن هیچ کس به هیچ جایی نمیرسان. اگر میرسان نه جنگ و دعوا و دو دشنام در 40 سال باید ما را یک جای رسانده می بود. در واقع عقب مانده ترین محسن. آقای عزیز، هم نظر نبودن دشنام نیست. هیچ کس را به خاطر نظرش نباید دشنام بده. اگر شما را کس پار شده که چرا این مصاحبه را کردین و چرا نشر کردین، خودت از این مصاحبه هزار تای دیگه کو. ما نظر خودم میگیم. ما خودت که دقیق سالا دیدیم، ما فکر نمیکنم از کسایی باشه که گویا توطئه کرده باشه بدنامی مسعود. با هیچ وجهت نیست. امی اسناد را که دکتر رحیم عزیز که خود گفته میره که هر کسی که سوال دارن در مورد اسناد دقیق، معذر هستم که با تمام اسناد و شواهد خانه بسازم طرف. من فقط خبر رساندن است آقای یار. من فقط یک پل استم که دوستا را با شما میال وصل کردیم آقای یار. پل هستین اما تقریبا با پل سلات میمونین. باشین که تیر میشم از پل سلاتی بار یا نه؟ قابل تذکر است که بنده نذیره عظیم کریمی با عنوان یک خبرنگار آزاد مبتنی بر اصول قواعد و اخلاق خبرنگاری از سالها بدین طرف فعالیت میکنم. در کنار این که به هیچ سازمان وابسته نیستم، همواره تلاش کردم که با تهیه گزارش هایم توجه مقام های مسئول را به مشکلات موجود جلب کرده و از این طریق به مردمم خدمت صادقانه کنم. از تهمت ناپاکان اندیشه نداریم ما، چون دامن ما پاک است، آلوده نمی گردد. نذیره عظیم کریمی، خبرنگار آزاد، واشنگتن دی سی. آمدن طالبان نزدیک است، میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خواندن دوم برای بانو نذیره جان کریمی ساختم که به خاطر که برای شهرکاری بزرگشان که بوده به حیث توفه. Peace in White House, peace in White House, no love.